سلام دوستان، چطوری؟ خوش اومدیم به ویدیو دیگه. من مهراد هستم، از کانال یارگور در خدمتتونم. خب دوستان، ما طبق روال هر روزه میایم چند تا از عرضه پرتقاضای بازار رو تحلیل میکنیم و وضعیتش رو به اطلاعتون میرسونیم. اگه شما هم تو این حوزه دارین فعالیت میکنین، پس حتما بیاین این پایین ویدیو روی دکمه مشترک شدن یا سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله بغلش هم روی همه یا آل تنظیم کنید تا هر روز صبح که من ارزها رو تحلیل میکنم، شما هم تحلیل ارز مورد نظر خودتون رو ببینین و از وضعیتش مطلع بشین. خیلی خب، من دیگه زیاد پرحرفی نمی کنم، فقط چند ثانیه ویدیو رو نگه میدارم تا شما اگه سابسکرایب نکردین روی دکمه سابسکرایب زیر ویدیو کلیک کنید و بعد میریم سراغ تحلیل. خب اگه سابسکرایب کردین ممنونم ازتون، میریم سراغ ادامه تحلیل. خب دوستان، بریم سراغ تحلیل بیت کوین. دوستان همونطور که میدونیم، بیت کوین مقاومت 50000 دلارش رو شکون تا 53000 تقریبا رفت، ولی دیروز با یک هندل بدی که زد تا حدود 42000 که من قبلا گفته بودم احتمال پایین اومدن داره، برگشت پایین. روی 42000 یه حمایتی شد ازش که دقیقا روی خط 38000 فیبوناچی بود، یه حمایتی ازش شد، رفت بالا تا لاین 0.5 فیبوناچی. الان روی 0.5 به مقاومتی برخورد کرده. ببینید در حال حاضر این لاین به عنوان یه مقاومت عمل میکنه دیگه. ببینید از قبلم روی این نقطه یه مقاومتی داشته، حالا به هر نحوی روی این مقاومت گیر کرده و نتونسته از این مقاومت بالاتر بره. خب حالا اگه بخوایم این صعود بیت کوین رو از 29000 دلار تا 53000 دلار روی موجهای الیوت در نظر بگیریم، میتونیم اینطوری بشماریمشون: موج 1 2 3 4 5. اگه به این صورت بخوایم موجای الیوت رو بشماریم، ما 3 موج ریزشی هم داریم که میشه موج A B C. ببینید A B C. پس ما باید منتظر همچین روندی از بیت کوین باشیم اگه بخوایم تابع موجای الیوت باشیم، که در این صورت میتونیم روی قیمت 42000 یا این حمایتی که اینجا قرار داره، ببینید این مقاومت که دقیقا روی خط 3800 قرار داره الان تبدیل به حمایت شده، روی این قیمت منتظر بیت کوین باشیم و اینجا بتونیم بهش ورود بکنیم. جدا از الیوت، ما با خود فیبوناچی هم میتونیم حمایت ها و مقاومت ها رو تقریبا مشخص کنیم. ببینید روی این فیبوناچی که من رسم کردم، دقیقا نقاطی که حمایت شد و مقاومت شکل گرفته روی لاینای فیبوناچی بوده. پس الان شما میتونید روی این نقاط منتظر حمایت و مقاومت باشین. ببینید این نقطه الان مقاومت در نظر گرفته میشه، این نقطه حمایت. الان هم که کندل یکم داره میاد پایین تر، پس اگه میخواین بهش ورود بکنین روی قیمت 42000، ببینید اگه شرایطش خوب بود مثل این یک هندل قوی نزد که بخواد این حمایت رو بشکنه، اینجا میتونین بهش ورود بکنین. ببینید اگه از فیبوناچی هم نخواین استفاده کنین و خودتون بخواین حمایت های استاتیک رو تشخیص بدین، ببینید اینجا یه حمایت استاتیک در نظر گرفته میشه. ببینید روی این نقطه یه حمایت استاتیکی داشته. حمایت بعدی که میتونین واسش در نظر بگیرین دقیقا همین لاین 3800 فیبوناچیه که اینجا یه مقاومتی داشته، الان تبدیل به حمایت شده. اینجا میتونین واسش یه حمایت در نظر بگیرین. ببینین توی هر دوتا نقطه، توی کندلای دو روز گذشته با برخورد به این حمایت ها، عرض قیمتش برگشته بالا. پس این دوتا قیمت رو، یعنی 44000 رو با 42000 رو، میتونین به عنوان یه حمایت در نظر بگیرین که با نزدیک شدن به این دوتا قیمت میتونین، اگه شرایط ارز خوب بود، میتونین بهش ورود کنین. در حال حاضر که شرایط بازار تعریفی نداره، این ریزش که
اولم از بیت کوین شروع شد، باعث شد تقریبا 70-80% بازار شروع کنن به اصلاح. پس اول شرایط بازار رو در نظر بگیریم، ببینین بقیه ارزا وضعشون چطور، خوب شده یا نه، بعد بیاین ببینیم به این حمایت ها واکنش خوبی نشون میده یا نه. اگه واکنش خوبی نشون داده بود میتونین بهش ورود بکنید. خیلی خب، بریم تو تایم فریم ساعتی ببینیم بیت کوین چی داره واسمون. ببینید تو تایم فریم ساعتی دقیقاً این همون دوتا لاینیه که من رسم کردم، گفتم به عنوان حمایت استاتیک شناخته میشه. ببینید تو تایم فریم ساعتی ما یه روند نزولی در حال حاضر میتونیم واسش رسم بکنیم. طبق این روند نزولی هر موقع کندلا اومدن به این لاین نزول برخورد کردن، نتونستن برن بالا و برگشت دادن رو به پایین. تا الان 4 دفعه این اتفاق افتاده، این سری که بخواد بره بالا دفعه 5 میشه. اگه بازم نتونه این لاین نزولی رو بشکونه، میتونه تا قیمت 44,000 بیاد پایین. به غیر از این مقاومت که این خط روند نزولی واسش تشکیل داده، شما باید چشمتون به لاین 5 فیبوناچی هم باشه. ببینید این لاین سبزی که اینجا هست، در صورتی که اینو بشکونه و بره بالای این لاین، خودشو تثبیت کنه، شما میتونین بهش ورود کنین اگه ارز بخواد صعود کنه. در صورتی که قیمتش بیاد پایین، گفتیم روی 44 و 42,000 احتمال داره حمایت بشه. در صورتی که بخواد صعود کنه هم که گفتیم، زمانی که این لاین نزولی بشکنه، لاین 5 فیبوناچی بشکنه، بیاد بالا روی این خودشو ثابت کنه، اینجا میتونین بهش ورود بکنین. بریم تو تایم فریم روزانه یه لحظه وضعیت اوسیلاتورا رو ببینیم، ببینیم اوسیلاتورا بهمون چی میگن. ببینید تو تایم فریم روزانه در حال حاضر استوک RSI سیگنال خریدی ندادش، سیگنال فروشش هم که بعد همون دیروز صادر کرده بود، خود RSI سیگنال خریدی نداده. گرچه شیب نزولیش کم شده، ولی سیگنال خرید هنوز نداده. CCI هم همینطور، CCI به لاین منفی 100 برخورد کرده. باید ببینیم روی این لاین میتونه حمایت بشه و سیگنال خرید بده یا نه. در صورت که روی این لاین حمایت نشه، سری قبلی تا منفی 180 رسیده بود پایین، که این سری هم احتمال داره تا همون منفی 180-200 CCI برگرده پایین. پس در حال حاضر هیچ کدوم از اوسیلاتورها سیگنال خرید ندادن. خیلی خب، اینم از اوسیلاتورها که دیدیم سیگنال خریدی ندارن. دیگه چیزی نمیمونه بخوام توضیح بدم. نقاط حمایتیشو بهتون گفتم، توی تایم فریم روزانه مشخص کردم، مقاومتشو گفتم، توی تایم فریم ساعتی هم مقاومتاشو مشخص کردم. اولین مقاومتایی که پیش رو داره یه دونه این خط روند نزولی است و این لاین 5 فیبوناچی. در صورت که اومد بالای این لاین 5، ببینید اینجا رو، این قیمت رو شکون، ببینید تا این قیمت تونست خودشو بکشه بالا و این قیمت رو شکوند، مثلا قیمت حدود 47,000 تا، بالای 47,000 تا رسید، میتونید امیدوار باشید که دوباره تا 50,000 الی 51,000 دلار بیاد بالا. خیلی خوب، این از تحلیل امروز بیتکوین بود. ممنون که تا اینجا با ما بودین. فقط لطف کنید اگه هنوز کانال من سابسکرایب نکردین، همین الان یه لحظه ویدیو رو بکشین بالا، زیرش دکمه سابسکرایب بیا مشترک شدن است، روی اون گزینه کلیک کنید و زنگوله بغلش هم روی آل تنظیم کنید، تا به محض اینکه تحلیل ارز مورد نظرتون رو میذارم، شما ازش مطلع بشین و بتونین سریعا ویدیو رو ببینید.